الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وسل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أسله إلى يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، خوبان و مهربانانی که ما را همراهی می‌فرمایید از اولین قسمت برنامه تجلی اخلاق اسلامی در قرآن. عزیزان و سروران، نمیدونم چقدر با من در این جمله‌ای که میخوام عرض بکنم موافقت. جامعه امروز ما مشکلات زیادی رو داره سپری میکنه و داره باش دست و پنجه نرم میکنه. جامعه بشری به طور عموم و جوامع ما حداقل فارس زبان ها به طور خصوص مشکلاتی از قبیل مشکلات سیاسی، مشکلات اقتصادی و در تمامی ابعاد مختلف زندگی فردی اجتماعی دچار مشکلات گوناگونی هستیم. اما یک مشکلی که بیش از همه خودش رو داره نشون میده و چه بسا که بسیاری از مشکلات اقتصادی و سیاسی و هم مرتبط به این مشکل و زایده این مشکل و نبودن این اصل، نبودن این صفت، جای خالی این باعث شده که این بحران ها به وجود بیاد. اون موضوع، موضوع مهمی به اسم اخلاق. بله، اخلاق. اخلاق به معنای عامش، اخلاق نه به معنای خاصی که معنای سادهی که ما تو ذهن ما هست، معنای خوش برخورد بودن، خوشخورد بودن و برحال برخوردار بودن از بعضی از صفات محسنه. بحران اخلاقی جامعه ما بحرانیه که با حلش ما میتونیم بسیاری از مشکلات خودمون رو حل بکنیم. بیشتر از هر چیز دیگه جامعه ما رو داره تهدید میکنه، دنیا و آخرت ما رو داره تهدید میکنه. شاید مشکلات اقتصادی اونقدر آخرت ما رو تهدید نکنه، مشکلات سیاسی اونقدر تأثیری در آخرت ما نداشته باشه، اما مشکلات اخلاقی به معنای عامش، به معنای کاملش که انشاءالله در تا آخر این قسمت به این موضوع خواهیم پرداخت، جامعه ما رو تحت شعاع قرار داده به صورت گسترده. قصد داریم در این برنامه به قدر توان آب دریا اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. گرچه نمیشه آب دریا در کوزه ایجاد داد، اما به اندازه برحال دفع تشنگی خودمون سعی میکنیم گامی برداشته باشیم به همراهی شما عزیزان و همکاری شما و همدلی شما و دعای خیر شما. قصد داریم با هم یک مسیری رو طی بکنیم، یک سری برنامه هایی رو پشت سر هم سلسله بار در باب اصلاح اخلاق خودمون، در باب بهتر شدن، در باب برداشتن گامی برای
حل بعضی از مشکلات جامعه خودمون. اول از خودمون شروع بکنیم و اگر خدا توفیق داد دوربری های خودمون. من خودم به شخصه از خودم شروع بکنم و شما عزیزان از خودتون و ما با هم از خودمون و این مسیر رو انشاءالله با هم طی بکنیم. هرگز اجرای این برنامه بین معنا نیست که بنده و دوستان بنده خودمون رو از اون چیزی که در این برنامه ها مطرح خواهد شد در زاویه آیات قرآن مجید و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مبرا میدونیم کلا و هاشا. وای این که خودمون رو دستیافته به اونها میدونیم به اون فضایل و صفات، هرگز، بلکه تلاشی داریم بر حد بضاعت و مزیات خودمون در این عرصه که دیدیم فضا واقعا خالیه. تلاش هایی میشه دوستان رو خداوند خیر بده و پاداشش محفوظه. ما هم در حد وسع و توان خودمون سعی داریم که قدمی برداشته باشیم برای اصلاح خودمون و جامعه خودمون. از این رو سعی کردیم که دستاویزی پیدا بکنیم. باشه دستاویزی بهتر از قرآن کریم. به کتاب الله چنگ بزنیم. متوسل بشیم به قرآن کریم که سر تا پاش اخلاق. تمامش از ابتدا تا انتها تعلیم اخلاق و تعلیم دینه و در این راستا از معلم بزرگ قرآن کریم رسول الله صلی الله علیه و سلم، بزرگترین معلم اخلاق جامعه بشری، کمک خواهیم گرفت. از فرمایشاتش، از تعالیمش، از صفاتش، از سیرتش برای فهم آیات قرآنی. قرآن به خاطر اینکه الله تعالی خودش در قرآنش فرموده و حقیقت هم این رو ثابت کرده، هیچ منکری منصفی وجود نداره. در سوره مبارکه یونس آیه 58 می‌فرماید: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. پندی اومده برای شما، نصیحتی اومده از جانب پروردگار شما و شفای مریضی های قلب های شماست. قلب اصلاح بشه تمام چیز اصلاح شد، و باطن ما درست بشه ظاهر ما خود به خود درست بشه. و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین. هدایتی است، رحمتی است برای مؤمنین، برای کسانی که ایمان دارن به این حقیقت، ایمان دارن به این کتاب و به تعالیمش و به دستوراتش. و از رسول الله صلی الله علیه و سلم کمک میگیریم، چون فهم قرآن بدون رسول الله صلی الله علیه و سلم محال. و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو قرآن برای ما معرفی میفرماید به عنوان یک الگوی کامل اخلاقی، به عنوان یک نمونه کامل اخلاقی، و به تعبیر بهتر اخلاق یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم. و بلکه اخلاق شرمنده است در مقابل با رسول الله صلی الله علیه و سلم. فراتر از اخلاق حتی تعابیر در موندن متحیرن برای توصیفش. و شاید زیباترین توصیفی که بشه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و اخلاقش پیدا کرد، توصیفی است که ام المؤمنین مادرمان عایشه رضی الله عنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن. وقتی از مادر پرسیده شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو برای ما توصیف بفرمایید، حضرت صلی الله علیه و سلم بنا بر روایت امام مسلم فرمود: کان خلقه القرآن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اخلاقش قرآن بود. به این معنا که یک نمونه عملی بود برای قرآن. قرآن علم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عمل به قرآن بود. الله تعالی در سوره مبارکه قلم وقتی راجع به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت می‌فرماید، ایشون رو وقتی معرفی می‌کنه به ما می‌فرماید: و انک لعلی خلق عظیم. ای پیغمبر ما، شما بر درجه های بسیار متعالی از اخلاق قرار دارید. رسول الله صلی الله علیه و سلم در درجه های بسیار عالی از اخلاق قرار داشت. و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود:
انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. و در روایت دیگری که امام احمد روایت میکنه، روایت قبل رو امام بخاری در ادب المفرد ذکر کرده بود، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، من مبعوث شدم، هدف رسالت من اینه که من پایه‌های اخلاقی جامعه رو به تکامل برسونم. من اومدم تا اون معیارهای متعالی اخلاقی جامعه رو به اوج برسونم. این فرموده خود رسول الله صلی الله علیه و سلم. یک سوالی پیش میاد، آیا هدف از رسالت فقط تکامل اخلاق بوده؟ بله، خود رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود. پس توحید، پس عبادات، اینها کجا میرن؟ اینها خودشون هم اخلاقن. علاوه بر این که در تک تک این عبادت ها اخلاق نهفته است، ما عنوان مثال نماز رو رعایت اگر مد نظر قرار بدیم، رکوع برای از بین بردن غرور، سجده برای شکستن در هم کوبیدن تکبر، یا شرکت در نماز جماعت، همراهی با دیگران، در یک صف واحد ایستادن، محبت با اونهاست، یا به طور کامل نماز. الله تعالی فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان از فحشا و منکر باز می‌داره. فحشا و منکر مشکلات اخلاقی جامعه است. نماز خودش راه حله برای اخلاق، یکی از راه حل‌های اخلاق جامعه است که مشکل ما را حل می‌کنه. روزه برای همدردی با هم نوعان، برای خبر شدن از حال مسکینان مستمندان، برای خبر گرفتن از اونها، مطلع شدن از حال اونها. زکات کلش اخلاقه. سهمی از مال خودمون رو همیشه عادت بدیم، خودمون رو به بقیه بدیم، فداکاری بکنیم، خودمون رو تابع مال نکنیم، بنده مال نکنیم، دل بکنیم از مال در بعضی جاها. حج دانشگاهی از اخلاقه. حج اون کفن پوشیدنش، در کندن از دنیا است، از متعلقات تعلقات دنیا که باعث زنگ زدن دلها میشه و باعث بسیاری از فتنه و مشکلات میشه. حب مال باعث ظلم میشه، باعث تجاوز میشه، باعث شکنجه میشه، باعث دزدی میشه، باعث بی‌حرمتی میشه، باعث توهین میشه، باعث آزار میشه، باعث غیبت میشه، باعث سخنچینی میشه. بسیاری از این فتنه‌ها، شرکت در مراسم حج، یک دست شدن، یک ندا شدن، یک جا رفتن، یک عمل رو انجام دادن، سرخ و سفید و سیاه و عرب و عجم، پادشاه و وزیر و سفیر و کبیر و صغیر و مرد و زن، از هر سن و صنف و جنس با هم کنار هم راه رفتن، همش درس‌های اخلاقی. اما مهمتر از همه اینها اون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که البر و حسن الخلق، روایتی که امام مسلم از نواس بن سمعان رضی الله عنه نقل میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود البر و حسن الخلق والاثم ما حاک فی نفسک و کرهت ان یطلع علیه الناس. بر نیکی حسن خلق است و گناه آن چیزی است که در قلب شما وارد میشه، آن چیزی که شما در تنهایی انجام میدید و میترسید از این که مردم بر اون اطلاع پیدا بکنن. با ما باشید بعد از یک میان برنامه با ادامه مبحث. عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من مبعوث شدم تا پایه‌های اخلاقی جامعه را به تکامل برسونم، و این محتوا رو آیه 164 سوره مبارکه آل عمران هم تایید می‌فرماید. اونجایی که الله فرمودند، الله تعالی می‌فرماید لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. خداوند منت گذاشت، الله تعالی منت گذاشت بر بندگانش هنگامی که بنده ای از خود اونها رو
شخصی از جنس اونها رو، انسانی مثل خودشون رو در خلقت وگرنه در صفات کمالی که خیلی بالاتر از تمام بشریت هستن رسول الله صلی الله علیه و آله، شخصی رو از جنس انسانها برایشون فرستاد تا آیات قرآن رو برای اونها بخواند و با خواندن آیات قرآن یزکیهم، اونها تزکیه بکنند، تزکیه پاک کردن جسم قلب از تمام رذایل و ناپسندی های اخلاق است. و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کان من قبل فی ضلال مبین، کتاب یاد بده به اونها، حکمت یاد بده به اونها، سنت خود را، و هرچند که اونها قبلا در گمراهی و ضلالت بودند. و اشاره کردیم به حدیث نواس بن سمعان. اجازه بدید قبل از اینکه این حدیث رو بیشتر باز بکنیم راجع به معنای اخلاق در لغت صحبت بکنیم. به چه معناست این کلمه اخلاق؟ اخلاق از خلق گرفته میشه. کلمه خلق و خلق ساختارشون یک چیزه، معناشون هم نزدیک به همه. خلق کردن، خلق در کل شکل ظاهری انسان ها رو میگن، خلقت، خلق شکل ظاهری انسان ها رو میگن، ویژگی های ظاهری انسان، چشمش، گوشش، شکلش، شکل صورتش، اندامش. خلق، خلق به ویژگی های ذاتی انسان اطلاق میشه، اون چیزی رو که با چشم میشه دید خلقه، و اون چیزی رو که با چشم دل میشه دید اون خلقه. ظاهر با بصر دیده میشه و باطن با بصیرت. اون چیزی رو که با چشم دل میشه دید به چه معناست؟ به این معناست که ویژگی های درونی انسان، ویژگی هایی که شکل خاصی نداره، گرچه هر شخصیت اخلاقی خودش رو در یک ظاهر جسمانی نشون میده در انتها، اما اون صفات، اون ویژگی ها، اون منش، اون سیرت، اون خوی، لغت فارسیش اخلاق به این معناست، خوی، منش، سیرت و کردار، اینها رو اخلاق اطلاق میشه بهش. این در لغت، معنای اخلاقی در لغت، ویژگی های ذاتی. مکارم اخلاقی، وقتی ما از مکارم اخلاقی صحبت میکنیم یعنی ویژگی های متعالی اخلاقی. و در اصطلاح شرعی، اما اخلاق در دیدگاه فرهنگ قاموس قرآنی معنای بسیار وسیع‌تری از معنای لغوی خودش داره. همین حدیثی که ذکر کردم قبل از میان برنامه براتون، از نواس بن سمعان به روایت مسلم، امام مسلم، نواس بن سمعان رضی الله عنه میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود البر و حسن الخلق، نیکی خوش اخلاقی است، والاثم ما حاک فی نفسک و کرهت ان یطلع علیه الناس، و گناه اون چیزی که شما در دلت در پیش خودت تنهایی انجام میدی و میترسی از اینکه مردم خبر بشن براش. در آیه 177 سوره مبارکه بقره الله تعالی بر رو معرفی میکنه. اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما فرمودن که حسن خلق، خوش اخلاقی همون بره، همون نیکی است. نیکی چیه؟ نیکی بر. اون رو الله تعالی در آیه 177 سوره مبارکه بقره برای ما معرفی می‌فرماید. این معنی همون معنی کلی اخلاق در شریعت. مثل بر انتوال وجوهکم قبل المشرق و المغرب. الله تعالی می‌فرماید بر نیکی این نیست که شما روی مشرق می‌کنید یا روی مغرب می‌کنید، ولیکن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملائکه و الكتاب و النبیین. اینه که شما به الله، به روز قیامت، به ملائکه، به کتاب‌های آسمانی، به پیامبران ایمان بیارید. و آت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب. شما مال رو با وجودی که خودتون دوست دارید اون رو به مساکین بدید، به یتیما بدید، به در راه مانده ها بدید، به اونایی که اسیرن، زندانیان، به اونا بدید. و ادامه آیه میفرماید و اقام الصلاة و آت الزکات، نماز میخونن کسانی که نماز خوندن، زکات پرداخت کردن، اینا همه مصداق‌های برن. اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون به عهد مذاهد و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس، کسانی که صبر میکنن در سختی ها، در مشکلات مالی، در مشکلات جانی و در درگیری ها
اولئک الذین صدقوا، اینهان راستگویان در گفتار، اینهان راستگویان در کردار، اینهان راستگویان در اعتقاد باور. اولئک هم المتقون، و اینهان پرهیزکاران اینها هستند. از ابتدای آیه که فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، نیکی این نیست که شما رو به شرق بکنید یا مغرب بکنید، چرا که مسیحی‌ها و یهودی‌ها در زمان صدر اسلام، در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، به سمت مشرق و مغرب عبادتشون بود، هر کدوم یکی به سمت شرق یکی به سمت غرب. الله فرمود نیکی این نیست. نیکی چیه؟ نیکی همون خوش اخلاقی است طبق روایت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اخلاق خوش اینه اعتقادات نسبت به الله، نسبت به ملائکه، نسبت به انبیا، نسبت به کتب آسمانی و عبادت‌ها و اخلاق‌هایی که ما به اصطلاح عامیانه خودمون بهش میگیم اخلاق. مجموعه اینها همه میشه مکارم اخلاق، مجموعه اینها میشه اخلاق. و در فرهنگ قرآنی و در قاموس قرآنی همه اینها باید مد نظر قرار بگیره. وقتی از اخلاق در قرآن صحبت میکنیم، همه اینها رو باید مد نظر قرار بدیم و به اینها برسیم. و راجع به خوش اخلاقی روایت های مختلفی در کتاب های معتبر ما ذکر شده، من جمله روایتی که امام بخاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل فرمودن که ان خیارکم احسنکم اخلاق، احسنکم اخلاق، بهترین شما خوش اخلاق ترین شماست. در این آیه ذکر نشده که بهترین شما کسی است که از فلان قوم باشه، از فلان طایفه باشه، از فلان رنگ باشه. ذکر نشده که اینجا بهترین شما شجاع‌ترین شماست، بهترین شما ثروتمندترین شماست، بهترین شما عالم‌ترین شماست، بهترین شما مجاهدترین شماست. نه، اون کسی که اخلاقش از همه بهتره بهترین شماست. و روایت دیگری رو که امام ترمذی نقل کرده از رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت فرمود و ما من شیء اثقل فی میزان العبد یوم القیامه من حسن الخلق، در ترازوی اعمال انسان روز قیامت چیزی سنگین تر از خوش اخلاقی نیست، خوش خلقی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود انسان با اخلاق خوش خودش به درجه صائم قائم برسه. به چه معنا؟ لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم. و خوش اخلاقی خودش به درجه یک انسان روزداری که صبح تا شب رو روزه میگیره و شبها رو تا صبح عبادت میگذرونه به اون درجه میرسه. یعنی انسان خوش اخلاقه، با همسر خودش خوش برخورده، با فرزندان خودش خوش برخورده، با پدر و مادر خودش خوش برخورده، با اطرافیان خودش خوش برخورده، با تمام کسانی که باش در رابطه داره خوش برخورده، اخلاقش کامله، اخلاقش جامعه به معنای عامش. این شخص ولی اون که ظاهرش به عبادت مشغول نیست، روزه هم نداره، شبام تا صبح بیدار نیست، اما به خاطر این خوش خلقی و خوش اخلاقی خودش به اون درجه میرسه. و روایت فراوانی که وقت تقاضا نمی کنه که بخوایم به اونها اشاره بکنیم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود من ضمانت می کنم به کسی که اخلاقش خوش باشه به بیت فی اعلی الجنه، در بالاترین درجه بهشت من ضمانت می کنم کسی رو که اخلاقش خوب باشه که من اونجا خونه ای برای اون الله تعالی بده. اینها نمونه ای از احادیثی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره خوش اخلاقی و خوش خلقی به ما گفته. اما آیا اخلاق کسبی یا ذاتی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایتی که در مسند ابو یعلا ذکر شده، از اشج عبدالقیس صحابی، ایشون رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون فرمود که خداوند دو تا صفت رو که در وجود تو هستن دوست داره، الحلم و الانات، صبر و بردباری و استقامتت. اون صحابی عرض کرد یا رسول الله این دو صفت در وجود من بوده یا اینکه اینها در وجود من خداوند گذاشته بود از اول بودن یا اینکه خودم کسب کردم؟ حضرت فرمود نه، اینها رو خداوند در وجود تو گذاشته بود. اون صحابی گفت خدای رو شکر میکنم که در وجود من صفاتی رو گذاشته که خودش این صفات رو دوست داره. این اشاره می داره که بعضی از اخلاق ها و بعضی از صفات کسبی هن. در یک خانواده هم شما شاید مشاهده کرده باشید، یک فرزند خانواده بسیار صبور، بسیار بردبار، بسیار حلیمه، در حالی که فرزند دیگه خواهرش و برادرش اصلا این گونه نیست، 180 درجه متفاوته با این شخص.
این بعضی از اخلاق ها کسب. خب فلانی اگر این اخلاق ها کسب، اخلاق ها ذاتی هن، پس این اخلاق، این برنامه اصلا به خاطرش چه سودی داره اگر قرار همه چیز ذاتی باشه؟ ما عرض کردم این همه اخلاق ها ذاتی نیست. درسته که بعضی از اخلاق ها ذاتی هن، خدا میده به بعضی از بندگان خود. از علیک فضل الله یوتی بینشه، این فضل خداست که هرکه بخواد به کسی بخواد میده، کسی نمیتونه حسادت بکنه. می حسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله، آن انسان ها حسادت میکنن بر اون چیزی که الله از فضل خودش بده بخشیده. اما بسیاری از اخلاق ها کسبی هن، چرا که الله تعالی ما رو امر کرده به کسب اونها، امر کرده در قرآنش که بین اخلاق ها ما مزین بشیم. و اگر ما نمیتونستیم هرگز الله تعالی ما رو امر میفرم، چرا که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. هیچ وقت الله انسانی رو بیشتر از اون چیزی که حد و توان و طاقتش است مجبور نمی کنه، و هیچ وقت انسان رو الله تعالی بیشتر از اون چیزی که بهش داده ازش نمیخواد. اخلاق ها رو میشه کسب کرد، نیاز به تلاش داره، نیاز به جهد داره. بعضی از امور ما رو در این راه، در این مسیر یاری خواهند کرد. اولین چیز نیت درونی ماست، تصمیم بگیریم که ما عوض بشیم، بیایم واقعا به این نتیجه برسیم، بیایم خودمون اصلاح بکنیم، بیایم تا کی بعد انقدر زجر بکشیم، تا کی بعد خودمون رو عذاب بدیم، تا کی بعد انقدر از خلق و خوی بد خودمون اذیت بشیم، خودمون دور بریامون آزار ببینن، دور بریامون بد باشن. صد بار بد کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت یک بار هم نکردی. خدا رحمت بکنه سعدی رو. این اخلاق ها، وقتی ما میتونیم به خوش اخلاق بودن خودمون به این درجاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود برسیم، به این ثواب ها برسیم، خودمون لذت ببریم، جامعه خودمون لذت ببره، محبوب بشیم، دوربری ها ما رو دوست داشته باشن، ما بقیه رو دوست داشته باشیم، جامعه به ما محبت بکنه، حتی محبت ما یک سنگ رو متاثر میکنه، محبت ما در یک حیوان تاثیر میگذاره، محبت ما درختی رو متاثر میکنه، چطور انسان مقابل خودمون رو متاثر نخواهد کرد؟ خلق خوش ما، برخورد خوب ما به مهربانی و لطف و خوشی توانی که پیلی به مویی کشی و اخلاق خوش. درس معلم اگر بود زمزمه محبتی، جمعه به مکتب آورد طفل گریز پای را. اینها، این صفات، این ویژگی های اخلاقی که انشاءالله راجبش به تفصیل صحبت خواهیم کرد در این مجموعه برنامه، ما رو زیبا خواهد کرد، ما رو محبوب خواهد کرد، ما رو به خدای خودمون نزدیکتر خواهد کرد، ما رو به اصل خودمون نزدیکتر میکنه، ما رو آروم میکنه، ما رو راحت میکنه، ما رو از اون بحرانهای درونی که خودمون خیلیاش فقط خبر داریم، خیلی هم نمیدونن، از اون راحت میکنه. شاید شده بارها سراغ قرص میریم، سراغ موسیقی میریم، به سراغ فیلم های مختلف میریم، به سراغ تصاویر مختلف میریم، به سایت های مختلف سر میزنیم، به افراد مختلف هم نشین میشیم، تکمی آروم میشیم، تا حالا فکر کردیم کجاست مشکل، کجاست ریشیابی بکنیم. هدف ما اینه که انشاءالله با هم بتونیم در این برنامه ریشیابی بکنیم، این مشکلات رو حل بکنیم، خودمون رو نجات بدیم از این منجلاب، از این بحران، از این پریشانی، از این نگرانی. اولین هدف، اولین چیزی که ما کمک میکنه خواسته درونی ماست. بخوایم بیشتر از این دیگه خودمون رو اذیت نکنیم، جامعه خودمون رو اذیت نکنیم، خودمون رو زجر ندیم، لذت ببریم از زندگی خودمون. لذت به معنای واقعی کلمه، نه اون چیزی که خیلی برای ما تعریف کردن، فقط بعضی مسائل شهوانی رسمشو گذاشتن لذت و خلاص. نه، واقعا لذت ببریم از اون کاری که داریم انجام میدیم. اول خواستن ماست، دوم استعانت به الله، از الله تعالی تقاضا میکنیم که ما را در این مسیر یاری بکنه، چرا که همه قلب ها به دست اونه، اختیار عالم به دستش، ما را در این مسیر یاری بکنه و از الله استعانت میطلبیم و میخواهیم که انشاءالله ما را یاری بکنه. و سبب این مسئله اینه که همنشین هامون رو تغییر بدیم. ما اگر میخواییم واقعا تو این مسیر گام برداریم، باید همنشین جدیدی پیدا بکنیم. ز خود بهتری جوی و فرصت شمار که با چون خودی گم کنی روزگار، با بدان منشین که بد مانی، خوب پذیر است نفس انسانی. پسر نوح با بدان بنشست، خاندان اینا بابتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی مردم گرفت و مردم شد. صحبت صالح تو را صالح کند، صحبت طالح تو را طالح کند. همنشینمون رو باید مواظب باشیم کی باشه، نیکوکاران با
انسان‌های نیکوکار، با انسان‌هایی که وقتی اونها رو می‌بینیم بیاد الله می‌ندازن ما رو. اذا رو ذکر الله، وقتی اونها رو می‌بینیم ما رو بیاد الله می‌ندازن، ما رو شاد می‌کنن. با اونها هم نشین بشیم، با اونها هم کار بشیم. در این فرصت‌هایی که فرصت پیدا کردیم، ما یک نقطه آغازی برای خودمون ایجاد بکنیم. واقعا تصمیم بگیریم الان که فرصت ایجاد شده برای ما، الان که هنوز این فرصت هست، بیایم عوض بشیم، یک انسان جدید بشیم، جبمون رو عوض بکنیم. خودمون میخواییم، از خدا استعانت میطلبیم، و سیر خودمون هم نشینه های خودمون رو تغییر میدیم. مطالعه زندگی بزرگان، اولیای خدا، کسانی که در این مسیر رفتن، گام برداشتن و به جاهایی رسیدن، الگوهای خوبی هستن برای ما. الگو برداری بکنیم، و بهترین الگو رسول الله صلی الله علیه و سلم، که در طول تاریخ هیچ شخصی نمیتونه نمونه‌ای بهتر از ایشون برای ما معرفی بکنه. محال در طول تاریخ از محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم الگویی بهتر برای اخلاق باشه، و از کتاب قرآن الگویی باشه. به سراغ کتاب این روانشناس، اون روانشناس، روانشناسی که خودشون مؤخر به خود کشتی کشیده کارش. نمیخوام اسمشون رو ببرم. کسانی که اگر واقعا خودشون حرفی برای گفتن داشتن، خودشون عمل میکردن. اگر ارزشی به داشت برای حرفاشون، حرفاشون براشون ارزشی داشت، خودشون خودکشی نمیکردن، دست به کشتن نمیزدن. خودشون رو از این دنیا هلاک نمیکردن. قرآن مجید برنامه زندگی ما، کتاب مقدس ما مسلمانان، بهش افتخار میکنیم. نمونه های عملی تحویل جامعه داده. نمونه های عملی رسول الله صلی الله علیه و آله تحویل جامعه داد. جامعه بشریت، صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله، برگ زنی در دفتر تاریخ که تا به حال تکرار نشده و نخواهد شد. ما میتونیم دوباره اونها باشیم. و کمک گرفتن از نمازها، پایبندی به نمازها، این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر. نمازها ما را از کار فحشا و منکر باز می‌داره، ما را کمک می‌کنه. سلاح ارتباطی بین ما و الله است. مسئله ارتباطی بین ما و الله است. این ارتباط رو باید روزی 5 بار حداقل باید ارتباط رو برقرار بکنیم. کسانی که این توفیق نصیبشون میشه، در دل‌های شب بیدار میشن، مخصا تلاوت میکنن، نماز میخونن، کف به هم مراد. و آخرین موضوع گذرا که ما خیلی کمک میکنه، ذکر اوراد، تلاوت قرآن. اینهایی که در روایات برای ما تاکید شد، از کار صبح، از کار شب، از کاری که در هنگام ورود به اماکن مختلف، از خروج از خانه، دخول از خانه، هنگام خوابیدن، بیدار شدن، وقت غذا خوردن، حتی به طور خلا رفتن، از کار مخصوص داره. عزیزان یاد بگیرین، جستجو بکنیم، نه خودمون رو مزین بکنیم. چرا الله تعالی در آیه 66 سوره مالک نساء هم فرمود، ولو انهم فعلوا ما يعذون به لكان خير لهم واشد تثبيتا. اگر آنها آن چیزهایی رو که به اونها گفته میشد، پندهایی رو که به اونها میرسید انجام میدادند، بسیار برای اونها خوب بود و اونها رو ثابت قدم می ساخت. امیدوارم که در این مجموعه برنامه ما رو یاری بفرمایید و با ما همراه باشید. از اینکه تا این لحظه از برنامه بنده رو تحمل فرمودید بسیار سپاسگزارم و ممنون. و تا برنامه دیگه، همه شما عزیزان و خوبان رو به الله تعالی می‌سپارم. شاد و خرم و پیروز باشید و هر جا که هستید خرم و سرفراز. خدا نگهدارش. Thank you.